یک همیهنی که صیاد سایه ها رو خونده، کتابی که مجموعه ای از مقالات شما چند سال پیش در لس آنجلس چاپ شد. یه بحثی در اونجا هستش درباره آقای گلستان به عنوان یکی از همیهنانی که به اصطلاح مدرنیته رو در آثارش راه داده. ایشون میپرسن که اگر ممکنه آقای دکتر بفرمان مشخصا چه علائمی از مدرنیته در آثارشون هست؟ در آثار گلستان؟ بله بله. اولا مقدمتا باید عرض کنم که من اون مقاله رو خیلی سالها پیش نوشتم. در اون زمان نه منظورم خواهم یک یادتون نیست؟ نه یادمه، کاملا یادمه، چون من کارهای آقای گلستان رو هر از گاهی دوباره میخونم و منتها میخواستم این رو مقدمتا توضیح بدم که من این وقت رو دارم که دوست آقای گلستان هستم و میخوام شنوندگان عزیز بدونن که من این دوستی رو دارم، این ارادت شخصی رو من به ایشون داشتم و دارم، ولی تلاشم در این هست که و در اون مقاله هم در این بوده که کار رو از منظر نقد نگاه کنم. این لطفی هم که کردید این تصویر روی جلد رو گذاشتید، این توضیح هم در مورد این عکس بدم، این طرح بدم. این طرح رو دوست بسیار بسیار عزیزم پرویز کلانتری برای این کتاب تهیه کرد و اثر لطف برای من فرستاد و جاش بسیار بسیار خالی است و در این کتاب هم در واقع در این طرح هم همون معضل مدرنیته هست. ولی برگردیم به آقای گلستان. من فکر کنم تمام کارهایی که من از گلستان خوندم و فکر میکنم همش رو خوندم و فیلم هایی که ازش دیدم، اونها هم به غیر از یکی هم فیلم های دو فیلم چیزش در واقع داستانیش رو و فیلم های مستندش رو دیدم، فکر کنم مسئله تجدد در واقع محور اصلی اون نظرات و اون داستانهاش هست. به این معنا که میدونه تقریبا تمام اینها و چند تا هم خاطرات داره گلستان که امیدوارم به زودی چاپ بشه. مثل اینکه میخواستیم توی این اثر بگین که ذهنیت ایشون اصلا چگونه بگویم، ذهنیتشون اصلا مرتبط است با نوآوری کاملا. یعنی ذهنیتش و یک نوآوری بکری هم هست، یعنی به این معنا که یک نسل اولی از کسانی که نوآور بودن فکر میکردن که نوآوری یعنی پشت کردن به سنت در ایران، پشت کردن به ادبیات ایران، باید به قول تقی‌زاده استخون و استخونمون غربی بشه، ادبیاتمون بایستی از غرب یاد بگیریم، فقط نقاشیامون نسخه بدل غرب باشه، معماریمون نسخه بدل معماری غرب باشه، همه چیزمون، حتی زبانمون رو میخواستن عوض بکنن، الفبا رو میخواستن عوض بکنن. یعنی یک موج اینجوری بود در آغاز که تجدد رو در غرب متجسم میدید با متجدد ایرانی رو به نوعی غرب داده. ولی گلستان از اونایی که از اون اولین کسانی است که واقعا به گمان من یه نوع تجدد متفاوتی میخواست و میدید، نه فریب تجدد استبدادی روسی رو میخورد، برای اینکه با اون در داستاناش از اونها نقدهای فراوانی کرده، در مقالاتش از اون نوع ادبیات نقدهای فراوانی کرده، نه گول ادبیاتی که فقط از غرب نسخه برداری میکرد یا نقاشانی که از غرب فقط نسخه برداری میکردن میخورد، دنبال کسانی میگشت در همه این عرصه ها که یک نوع ترکیبی باشن از ایرانی و جهانی، ترکیبی باشن از ایرانیت و جهانیت. گلستان اشراف واقعا شگفت‌انگیزی به ادبیات غرب داره، یعنی دائم هم الان 92 سالشه
دائم میخونه، یک کنجکاوی در مفهوم واقعی دانش آموزانه داره، یک آتشی داره برای اینکه بخونه و غرب رو بخونه و ایران رو بخونه. دائم چیزایی که از ایران در میاد، نوشتهایی که از ایران در میاد میخونه، دائم چیزایی که در غرب در میاد میخونه و اگر باهاش بشینید صحبت بکنید ببینید چقدر غرب رو خوب خونده، سنت غرب رو خوب میشناسه، از نقاشی بگیرید تا قصه، رمان بگیرید تا موسیقی، ولی همان اندازه هم به ایران علاقه‌منده. و چون یه دی بودن به لحاظ مختلف، یه دی به لحاظ سیاسی، یه دی با پولدار بودنش مخالف بودن، یه دی اختلافات دیگه باش داشتن، خیلی سالها مورد بیمهری منقدین بود. الان خوشبختانه در داخل به خصوص و در خارج، ولی در داخل یک اقبال عجیبی به کارهای آقای گلستان هست. کتاباش خیلی سریع به چاپهای چندم میرسه. همین اواخر یک کتاب واقعا درخشانی هست از آقای گلستان چاپ شد در داخل ایران به اسم نامه به سیمین. نامه ایست که او سالها پیش به سیمین دانشور نوشته. سیمین دانشور رو از دورانی که هر دو در شیراز بودن میشناخته و یک پنبه از آل احمد زده، پنبه فکری از آل احمد زده که واقعا هر کسی فکر میکنه آل احمد امامزاده یه باید این کتاب رو بخونه و این نامه رو بخونه. در بقیه داستانش هم همینطوره. میبینید همه کارش یه جامعه رو داره نشون میده که در حال گذاره، شیراز رو نشون میده که در حال گذاره، مکتب داره به مدرسه تبدیل میشه، مادرش داره وارد عرصه اجتماع میشه، روزنامه داره میاد، رادیو داره میاد، سینما داره میاد و آدم ها دارن عوض میشن. یعنی یک مجموعه بسیار نفیسی. خودش هم خبرنگار تلویزیون های جهان. خودش میدید دوباره چیزی که کمتر در مورد گلستان شاید دانسته است این که تقریبا فکر میکنم تمام فیلم هایی که از مثلا مولزان مصدق هست او گرفته، بسیاری از عکس ها رو او گرفته، مستند هایی که ساخته در مورد مثلا صنعت نفت، جواهرهای سلطنتی درخشانه، فیلمی که در مورد در واقع پیشبینی که از پایان دوران سلطنت کرده در اسرار گنج در ری جنی، واقعا به نظر من هم از شجاعتش هم از درایتش کار بسیار بسیار شگفت‌انگیزی است. ترجمه هایی که کرده از هاکفین بگیرید تا همینگوی درخشانن این ترجمه ها، برای اینکه دوباره یک دقت عظیمی در کارش داره، تسلطی بر زبان انگلیسی داره و تسلط کم نظیری بر زبان فارسی. به همین خاطر جامعه ایست که داره تغییر میکنه، سنتی ایست که داره از هم درش میشکنه، احساس فردیتی ایست که در انسانهای قهرمانهای گلستان پیدا داره میشه و با اون منیت سنتی در تضاد، به طور بسیار بسیار جونداری در مورد تغییراتی که در طبقات فرودست جامعه اتفاق میفته توضیح میده. خیلی از شخصیتاش دقیقا شخصیتهای فرودست جامعه هستن و بعد هم یه مدتی در سردبیر روزنامه حزب توده بود دیگه. در سن 22-23 سالگی برای یه مدت سردبیر روزنامه حزب توده بود و بعد ازشون جدا میشه برای اینکه سردبیر کدوم روزنامه؟ رزم؟ بله، اسم سردبیر دو تا روزنامه شون بود و بعد سر مسائل درون حزب اینا رو در خاطراتش مفصل نوشته. من این وقت رو دارم که این خاطرات رو تقریبا همش رو خوندم. درخشانه اون چی که در مورد اون دوران حزب توده نوشته. یه خاطراتی در مورد کریمپور شیرازی داره که واقعا تکون دهنده است، هم از زیباییش، هم از دقتش، هم از نثرش، هم از وصفی که از اون دوران میکنه. یعنی ببینید کدام کتابه آقای دکتر اینا؟ اینا هنوز چاپ نشده.
چاپ نشد ولی شما خوندین؟ من خوندم، بله من خوندم. و اون چیز رو هم، من نامه به سیمین رو هم قبل، یعنی تنها تنها خوندین ها؟ تنها تنها. ولی خب نامه به سیمین رو من خیلی اصرار کردم، آیه واقعا گلستان حاضر نبود چاپش بکنه. من چندین بار خواهش کردم ازش، گفتم این واقعا بایستی در بیاد، برای اینکه مضمونش خیلی خیلی درخشانه. و برای اون من یه مقدمه ناچیزی هم نوشتم که اون هم در اومده تو ایران، الان این قابل دسترسی است، نامه به سیمین اونجا قابل دسترسی است. این بقیه هم امیدوارم به زودی چاپش بکنن. یه مجموعه مقالاتی داره، میدید مقالات گلستان رو شما میخونید، نقداش رو که میخونید، 1968 رفته در دانشگاه شیراز، این صحبتش سخنرانیش است. واقعا من توصیه میکنم، در مجموعه قبلی این چاپ شده، دوستانی که به تاریخ نقد قصه در ایران علاقه دارن برن اونو بخونن ببینن در 1968 به دانشجوها در شیراز چی میگه. میگه صمد بهرنگی چیه؟ صمد بهرنگی که ادبیات نیست، اون چیز سیاسیه، میخواید اونو بخونید برید بخونید، ولی ادبیات باید برید بخونید، باید این کارهای مهم نقد رو بخونید. یعنی به طور مستقیم با سنت ادبیات به اصطلاح متعهد اون زمان معارضه میکنه و از شعار دادن پرهیزشون میده و به شعور پیدا کردن، شعور ادبی، شعور تاریخی پیدا کردن ترغیبشون میکنه. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از این مطالبی که نو بود واقعا برای من فرمودید. عرض کنم که اطلاع دارید که، یعنی خب مشهود است، جنگ سیاسی میان خامنه‌ای و روحانی یک جدال به نظر میرسه پرمخاطره است، برای اینکه نتایجش برای کشور و در منطقه آسیب‌های جدیدی رو میتونه تولید کنه و حاکمیت دینی رو با گسیختگی و عریانی مواجه کنه. البته جمهوری اسلامی از ابتدا رژیمی با ساختار بحرانی بوده و با بحران زیسته و درگیری‌های جناح‌ها اغلب با تصفیه حساب حاد یا خونین همراه بوده. امروز پرسش اینجاست که عوامل بحران برانگیز کنونی کدامند؟ چند عامل رو برای درک این جدال باید جستجو کرد، یعنی جدالی که ممکنه بین این دوتا رخ بده. این قابل بحث آقای دکتر؟ به نظر من الان مهمترین بحث ایرانه، نه تنها قابل بحثه بلکه لازم البحثه، واجب کفایی است. و واقعا به نظر من الان مهمترین بحثه و دوباره به گمان من این بحث جدیست. خیلی ها فکر میکنن جنگ زرگریست، من اصلا گمان نمیکنم جنگ زرگریست، فکر میکنم بحث جدیست بین دو بینش کاملا متفاوت. و بحث جدیست به خاطر اینکه یکی از این دو بینش، یعنی بینش آقای خامنه ای و طرفدارانش، بینش رئیسی و همسر پدر همسرش آقای علم الهدا، بینش جنتی، اینا بینشی است که در ایران شکست خورده. بیشتر از 10 میلیون اگر با تمام زورشون بزنن 15 میلیون رای میارن، رای هم بخرن، اتوبوس و ساندیس و همه این کارا رو هم بکنن، بسیج هم بیارن، سپاه هم بیارن، 15 میلیون رای بیشتر ندارن. اون طرف 25 میلیون رای داره و اینها حاضر نیستن بپذیرن که پروژهشون شکست خورده، حاضر نیستن بپذیرن برای آینده ایران برنامه‌ای ندارن. وقتی که امام جمعه مشهد در همین هفته، امام در مراسم امام نماز جمعه به تلویح و بیشکم به تصریح روحانی رو به کافر بودن متهم میکنه، صرفا به لحاظ اینکه در برخی نظرات ممکنه با آقای خامنه اختلاف داشته باشه، خب این خطر بسیار جدی داره. تو میشینی میگی هر کسی با آمریکا مصالحه بکنه کافره؟ نامه آقای خمینی رو
به کارتر من در کتاب نگاهی به شاه چاپ کردم. اسناد مذاکرات گسترده ایشون، مذاکراتی که در داخل ایران خود آقای خامنه‌ای بعدها درش درگیر بودند، از مذاکراتی که بهشتی درش درگیر بود، رفسنجانی درش درگیر بود، مذاکرات کاشانی با آمریکا، کاشانی هم کافره، نام شرح مذاکرات کاشانی با سفیر آمریکا رو دفعه دیگه من عینشو براتون در اینجا میخونم. چرا این حرفای باطل رو میزنیم؟ چرا در شرایطی که منطقه این همه در خطر هست، عربستان یه طرف، کویت یه طرف، عمان یه طرف، اقتصاد ایران یک شرایط بحران زده ای داره، چرا نمیپذیرید که راه حلی ندارید با شعار و تشر و تهدید و این حرفهای واقعا سخیف، حرفهایی که دامن همتون رو میگیره؟ میگم از مذاکرات کاشانی با سفیر آمریکا میتونم همین الان میخواهید این مذاکرات صفحش رو براتون بگم، چطور سفیر آمریکا رو میخواد باش مذاکره میکنه و به تلویح بهش میگه که ما در مقابله با کمونیستا از آمریکا کمک میخواییم، چطور یکی از مرده آقای کاشانی روز بعد میره به سفارت آمریکا میگه که ما میخواییم یه عده مسلمین رو دعوت کنیم برای یه کنفرانس اسلامی در تهران، سفارت آمریکا کمک بکنه، چطور خود آقای کاشانی به خواست کاشانی با نماینده سیاه در خونه‌ای که خود آقای کاشانی تعیین کرده و همه رو از خونه بیرون میکنه به غیر از فرزندش و فقط او فرزند هست که چای میاره مذاکره میکنه، ایرادی هم نداره. من اصلا ایرادی در این مذاکرات نمیبینم، ایراد در ریاشه، ایراد در اوناییست که میگن هر کسی مذاکره کرده خائنه، حالا میگن کافر هم هست. چطور میتونید در یک شرایطی که از ظریف بگیرید تا رفسنجانی تا خود آقای خمینی و آقای خامنه ای آغاز مذاکره روحانی با آمریکا پیش از روحانی آغاز شده، به طور مستقیم به دستور خود آقای روحانی صورت گرفته؟ خب تو این شرایط این حرفا رو میزنید، تعجب میکنید که بدون زور و تشر بیشتر از 10 میلیون 15 میلیون رأی نمیتونید بیارید؟ وقتی که دانشگاه آزاد رو میدید دست کسی که تقریبا دانشگاه تهران رو نابود کرد، وقتی که آقای رئیسی کارهایی که در اون سالها کرده الان در امام نماز جمعه به جای اینکه بیاین بپذیرید انتقاد کردید یا با یه فتوای سه خطی رفتین 4000 نفر از دم تیغ گذراندین، میگه باید بهش مدال داد. ایناست که وضع رو خطیر میکنه و آینده خیلی بحران زده ایران رو با مخاطره روبرو میکنه. من واقعا این روزها به خاطر این حرفا خیلی نگران ایران هستم. آقای دکتر، این آقای باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هشدار داده که همردیف شمردن سپاه با گروه های تروریستی و اعمال تحریم های مشابه ریسک بزرگی برای امریکایی ها و پایگاه ها و نیروهای آنها در منطقه است. این یک. دیگر این که همینجا اجازه بدید ببینید، ایشون میگه و درستم میگه، میگه سپاه رو اگه بخواید چیز بکنید خب عواقبی داره، حالا تهدید پایگاه کردن جداست، میگه شما به ما نگید ما تروریستیم. اون وقت آقای عباسی تئوریسین سپاه، کلیپش رو همین الان میشه پیدا کرد بذارید، که میگه ما ترور مقدس داریم، ما هر کسی که علیه اون باشه میکشیم، ابایی هم نداریم. خب این تو هست در یوتیوب، آمریکایی‌ها که خر نیستن که نتونن اینو ببینن. یه دم از طرفداران مجاهدین بگیر، از طرفداران مخالفین دیگر رژیم بگیر، دائم اینا رو ترجمه میکنن میدن با آمریکایی‌ها. مگه آمریکایی‌ها این نمیفهمن؟ خب شما مسئول این هستین، این کسی که جزء تئوریسین‌های شماست چطور میاد این حرفای سخیف رو میزنه؟ چطور میاد افتخار میکنه که بله ما تروریست ها رو ما تربیت کردیم، در همین جا تربیت کردیم، از همین جا هم دستور میگیرن؟ برید ببینید، نمیشه هم اون رو شما داشته باشید هم بگید که چرا به ما میگید تروریست.
آقای محمد علی جعفری فرمانده پاسداران گفته است که آمریکا با تحریم سپاه باید پایگاه‌های خودش رو تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع کنه، یعنی لابد ما نابود میکنیم. بله، خب این ببینید، اگر شما یه چنین تهدیدی میکنید و پایگاه‌های آمریکا در قطر هستن، در بحرین هستن، در عربستان سعودی هستن، در افغانستان هستن، در ترکیه هستن، شما به همه اینا میخواید حمله کنید؟ یعنی میخواید جنگ جهانی سوم را بندازید؟ خب تهدید بی رویه، بس آمریکا اگر واکنش نشون بده چیکار میخواید بکنید؟ ایران رو چرا میخواید به آستانه یه چنین جنگی بکشید؟ اونم در شرایطی که یک دولت نامطمئنی در آمریکاست که سیاستش در مورد ایران و در مورد کل جهان اصلا معلوم نیست. اگه یک زمانی شما بایستی احتیاط بکنید و ببینید اوضاع چگونه پیش میره، الانه. سرود چرا یاد مستان میدید؟ چرا حرفایی میزنید که اگر عواقبش برای ایران جدی باشه شما که نمیدید، مردم ایران میدن. وقتی که عباسی اون مزخرفات رو در جلسه میگه و نوارش پخش میشه، اون وقت اگه دادگاه آمریکا بیاد حکم بده که اموال ایران رو نگه مصادره کنن برای اینکه کسانی که طعمه حزب الله شدن تومنش رو بگیرن، اون وقت میگید آمریکای جهانخواره. این مزخرفات رو نگید، اون وقت در دادگاه میتونید بگید که چرا از پول دولت ایران برای فعالیت یک سازمان دیگری دارید استفاده میکنید. ولی وقتی خودتون تئوریسین خودتون تو جلسه این حرف رو میزنه، هر دادگاهی محکمه، هر دادگاهی اون حرف رو به جد میگیره. این واقعا برای میگیرید اصلا باور نکردنیه، این بیکفایتی و بیمسئولیتی بعضی از این مسئولین در ایران. خب در این میان رئیس CIA بعد از این چیزایی که به اصطلاح نشر شده میگوید دولت ترامپ در حال ایجاد تغییراتی اساسی است در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران و مقابله با آنچه توسعه طلبی ایران نامیده می‌شود. بله، نه آقای پامپئو از قدیم موزش این بوده، الانم در CIA است. ولی خب در داخل آمریکا هستن کسانی که مثل آقای ماتس، مثل مکمستر، که هر دو یه مدتی هم اینجا در استنفورد بودن، که میگن مردم ایران حسابشون با این رژیم جداست، یک کاری نکنید که مردم رو دانشجو بودن؟ نه، ماتس که بعد از اینکه جنرال 4 ستاره بود 3 سال اینجا در واقع محقق بود، مکمستر هم 2 سال اینجا بود به عنوان در واقع بورسیه ارتش، ارتش آمریکا 4 نفر از هر 4 رسته رو بعضی از برجسته‌ترینشون انتخاب میکنن، 1 سال میفرستن در استنفورد. اینا معمولا کسانی هستند که سال بعدش جنرال میشن. مکمستر از اونست که 2 سال اینجا بود، هر دو خیلی به مسائل ایران علاقه. هیچ کدام در کلاسای شما بودن؟ مکمستر بله، مکمستر در کلاسای من بود، من به عنوان سخنران دعوتش کردم. من در چندین جلسه با ماتس بودم که بحث کردیم، اون نظر خودش رو گفته، من نظر خودش رو گفتم. الان صحبتی که اخیراً ماتس کرده خیلی صحبت معقولی است، میگه حساب مردم ایران و اکثریت مردم ایران رو باید جدا کرد. ببینید در این شرایط که در درون دولت آمریکا هم اختلاف نظر هست، حرفای شبیه به فرماندهان و حرفای عباسی و حرفای امامان جمعه و اینها دقیقاً آب به آسیاب اونهایی میریزه که میگن، مثل آقای بولتون که میگن این یه رژیم سرتاپا تروریسته، باید در جهت تغییرش رفت، هیچ راهی هم به غیر از این وجود نداره. اگر نمیخواید این سیاست ها در آمریکا دست بالا پیدا بکنه، شما باید سیاست های خودتون رو
عوض کنید، مسئولیت بیشتری داشته باشید، هر کسی حرفی نزن. آخه مملکت یه وزیر امور خارجه داره، هر فرمانده سپاه و هر امام جمعه هر دهی خودش رو از وزیر امور خارجه مهمتر میدونه، برای وزیر امور خارجه تکلیف تعیین میکنه، فرمانده درجه سه سپاه برای وزارت امور خارجه و برای رئیس جمهور مملکت 25 میلیون رأی آورده. چی کاره ای؟ تو بچه اساسی به خودت حق ندی برای سیاست خارجی ایران تعیین تکلیف بکنی، حرفی بزنی که سیاست خارجی ایران و مردم ایران بالمعار تونشو پس بدن. واقعا اینها به نظر من فرمانده کل قوا خوب آقای خامنه‌ای است دیگه، چطور هم میتونه دستور بده که افرادی مثل عباسی در سپاه راه نداشته باشن؟ این نوع حرفا، فرمانده ها در سیاست دخالت نکنن، سیاست خارجی دخالت نکنن. مسئولیت این حرفا برای مردم ایرانه. میدونید اینا میشینن از واقعا اونچه که این شخص در مورد روابط بین الملل نمیدونه، در مورد وضع آمریکا نمیدونه، شگفت‌انگیزه و با یک یقینی یه حرفایی میزنه و یه دم دور و برش نشستن و فکر میکنن که این حرفا چیزی جز فاجعه برای ایران ایجاد میکنه. و الان به خصوص که نه وضع عربستان معلومه، نه وضع کویت معلومه، بحرین در یه حالت بحرانی است، آمریکا در یک حالت بحرانی است، بیش از هر زمانی ایران احتیاج به یک عقلانیتی داره که متاسفانه هر روز خلافش مثل اینکه در میاد از تهران. آقای دکتر به زودی مثل که یک کتابی منتشر میکنی؟ من الان مدتی است مشغول این هستم که یک منتخبی از این آثار خانواده زاهدی، باید گفتیم اردشیر زاهدی است، ولی اسناد پدرش هم هست، اسناد بسیار بسیار جالبی از پدرش هست، اسناد بسیار بسیار مهم و جالبی از خود زاهدی است، چه در دورانی که سفیر بوده چه در دورانی که وزیر امور خارجه بوده. 55,000 صفحه است این اسناد و ما داریم یک کتابی من انتخاب در واقع منتشر میکنم که یک گزیده ای از این اسناد باشه که محققین بتونن بدونن و بتونن تشخیص بدن که چه طیفی است، چون از نامه های رسیده به سفارت یا به وزارت امور خارجه هست تا مینوت مذاکرات. خط شاه چی؟ خط شاه خیلی زیاد است، خیلی 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 زیاد خط شاه هست، یادداشتایی که در حواشی حساب نظرها جالبی بعد باشه، خیلی جالبه. یکی از اتفاقا یکی از اسنادی که انتخاب کردم و به اوضاع ایران به نوعی ربط داره، شرح یک دیداری است بین شاه، زاهدی و سفیر شوروی در ایران در 1967. شاید حالا 1500 صفحه شاید حداقل اسناد مذاکرات بحرین هست در اینجا و دوباره حواشی که گاهی شاه نوشته، ولی سند شوروی واقعا شگفت انگیزه، برای اینکه شرایطی که ایران برای پرواز هواپیماهای شوروی بر فراز ایران تعیین کرده رو اونجا به دقت می‌بینیم و بعد نحوه برخورد شاه رو با اینا می‌بینیم. بعد از در بیش و کم پایان جنگ اعراب و اسرائیل، اعراب شکست بدی خوردن، شوروی با ایران تماس میگیره که شما ما برای اینکه تسلیحات بفرستیم به اعراب شما به ما اجازه دید که هواپیماهامون از روی ایران حرکت کنیم. ایران شاه میگه که ما به شما در شرایطی به این شرط اجازه میدیم که فکر کنم 18 هواپیما یا 16 هواپیما باشه، هواپیماها آرم عراقی داشته باشه، هواپیمای روسی باشه ولی هواپیما آرم عراقی عراق بود داشته باشه، عراق اون وقت هنوز صدام نیومده بود، عارف بود تهیاتون باشه، خلبانا باید عراقی باشن، در طول روز باید حرکت بکنن و به محض اینکه از ایران وارد خاک ایران میشن
یه هواپیمای نیروی هوای ایران باید اینها رو دنبال بکنه تا از ایران خارج بشن. به این شکل ما به شما حاضریم یه تعداد محدود پرواز بدیم. روسا طبق معمول خلف وعده میکنن، هواپیما بیشتر میفرستن و این شرایطی هم که شاه گفته ظاهرا اجرا نمیکنن. این مذاکره شاه زاهدی هم تو جلسه است، سفیر شوروی است و واقعا عجیبه لحنی که شاه باشون سوال میکنه، میگه شما به چه حقی چنین کاری میکنید؟ مگه مملکت شهر هرته؟ شما فکر کردید هر کاری دلتون میخواد در ایران میتونید بکنید؟ ما به شما گفتیم این تعداد، به شما گفتیم خلبانای عراقی باید باشه، به چه حقی خلبان روسی چیز کردین؟ و واقعا بحث خیلی داغ تندی درگیر میشه بین شاه، سخنران اصلی شاه هستن و سفیر شوروی و بحث بر سر تعداد پرواز هاست و ساعت پرواز ها، هویت خلبان پرواز ها و این که شاه میگه ما به هواپیمای شوروی اجازه پرواز بر فراز ایران نمیدیم. این به خصوص به خاطر بحثایی که اخیراً در مورد پروازهای جنگنده های روسیه فراز ایران و استفاده از نوژه شده، برای من خیلی جالب بود که چقدر اون وقت نگران طرح‌های روسیه. و این 67 ایران دیگه قرارداد گنده اقتصادی با شوروی بسته، روابطش رو از خاطر داره در از تنش خارج میکنه، ولی با این حال در این حد نگران. و یه مثلا 200 صفحه‌ای یادداشت‌ها در مورد این ماجرا هست، من فقط 4-5 صفحه‌شو می‌خوام چون می‌دونیم کل کتاب 200-300 صفحه خواهد بود و اسنادی هم که به فارسیه عین سند رو عین سند رو خط زاهدی با خط شاه در حاشیه رو می‌ذاریم، این بر ترجمه انگلیسیشو می‌ذاریم که همه بتونن مقابله بکنن و عین سند رو ببینن. کتاب اصلا انگلیسیه؟ کتاب دو زبانه دیگه، اسناد اصلش انگلیسیه، کتاب دانشگاه استنفورد در خواهد آورد، در واقع هوور پرس در میاره که بخشی از استنفورده و این اسناد در اونجا هست. یه مقدمه داره و بعد این حدود 300 صفحه از اسناد، این از نامه های دربار به شاه هست، از زاهدی به شاه هست، نیکسون به شاه هست، کیسینجر به زاهدی هست، شرح مثلا مذاکرات بحرین هست، خیلی چیزای واقعا عجیبی است. و چند تا اسناد دوران پدر آقای زاهدی هم در اونجا خواهیم گذاشت، مثلا یادداشت‌های روزانه تیمسار زاهدی وقتی که انگلیس ها گرفته بودنش بردنش زندان برای نزدیک 3 سال، اون یادداشت ها هست. یادداشت های دوباره تیمسار زاهدی در مورد ماجرای حبس خزعل و هست، ماجرای رفتن زاهدی به استان فارس برای مقابله با اون ماجرای قشقایی ها و اینا که اونجا در اومده، نامه های بسیار جالبی از قشقایی ها به سفارت هست، قشقایی ها به خود زاهدی هست، تیمسار زاهدی هست، به اردشیر زاهدی هست. خیلی خلاصه منتخبی داریم انتخاب میکنیم که گویای این طیف وسیع این اسناد باشه، از نامه های خصوصی تا این نامه های بسیار بسیار به قول خود اسناد، اسناد شرف ارزی که اونقدر محرمانه بوده که به خط خود زاهدی است و جواب ها هم به خط شاه در حاشیه‌اش. آقای دکتر، این درسته که یک مأمور دیپلمات این نوشته بفهمین خودتون یه بار گفتین دیگه. دقیقا همینطوره. یک دوباره اونا در کتاب شاه هم من بهش اشاره کردم، زاهدی میگه من اینو از انگلیس ها یاد گرفته بودم که اسناد خیلی مهم و یک کیف داشتن، یک کیف های مخصوص دارن که دو کلید داره، یکی دست اون کسی است که اسناد میذاره اون تو، یکی دست اون کسی که مخاطبه. اسناد رو میذاشت اون تو، قفلش میکرد، میفرستاد و وقتی هم که میفرستاد در واقع دستبند میکردن به اون
حامل سوار هواپیما میشد میرفت ایران، شاه باز میکرد جواب میداد، قفل میکرد میفرستاد. برای اینکه دوباره اینم تو اسناد هست، برای اینکه در یک مقطعی زاهدی از یک کسی که منشیه فکر میکنم یا کیسینجر یا کاخ سفیده توی یه مهمونی خبردار میشه که اونها رمز ایران رو شکسته بودن و گزارش هایی که اینا به رمز میفرستادن آمریکایی‌ها میخوندن. زاهدی تصمیم میگیره که از اون به بعد مسائل خیلی محرمانه رو از این طریق بفرستن که دیگه هیچ نوع امکان شنودی یا امکان عکسگیری ازش نباشه. و موفق میشه. بله بله، این اسناد رو تا اونجایی که مگر اینکه مثلا در من دیگه نمیدونم، اگر تو مثلا دفتر شاه عکس میتونستن بگیرن ممکنه انقدر دستگاه جاسوسیشون باشه، ولی من هیچ جا سندی ندیدم که نشون بده به این اسناد آمریکایی‌ها دسترسی داشتن. آقای دکتر، اسناد دربار ایران و حتی دربار قاجاریه دست کیه؟ بالا قاجاریه که خیلی کم هست، یه مقداریش رو الان در خارج دارن چاپ میکنن، یه مقداریش رو اتفاقا هاروارد توی یه پروژه‌ای اسناد قاجار رو دارن به شکل دیجیتال قابل دسترسیش میکنن. ما هم این اسناد رو همه رو مهمترینش رو به صورت دیجیتال بالاخره در اختیار همه خواهیم گذاشت، یعنی اینا رو به هیچ وجه اینجوری نیست که فقط در اینجا باشه. اولا داریم یک بورسی از سال دیگه امیدوارم بتونیم راش بندازیم که یک نفر محقق که داره دکترا می‌نویسه یا دکتراشو نوشته و میخواد روی این اسناد کار کنه، ما یه بورسی بهشون بدیم که بیان دو سه ماهی در استنفورد و بتونن روی این اسناد کار بکنن و یه مقاله در موردش بنویسن. ولی داریم سعی میکنیم دیجیتال هم بکنیم که همه بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. اسناد گلشیری، یادداشت‌های گلشیری هم که در استنفورد هست، اونا رو هم داریم دیجیتالایز میکنیم. اونها هم چند هزار صفحه است، اونها تمام دست‌نوشته‌های گلشیری چند هزار صفحه. بله و فهم میکنم حداقل نزدیک 5 همه رو سپردن به شما؟ همه با اجازه تمام دست‌نوشته های آثار گلشیری، مینوت هایی که برای کتاباش یاد داشتاش سخنرانیاش برای مصاحبه هاش یا های دکتر؟ مصاحبه هاش مینوت هاش نیست تا اونجایی که من میدونم. اونا دیگه باید شما مصاحبه شما رو باید کپیشو بگیریم بذاریم. من ندارمش. نه اونا خیلی مهمه، یعنی مصاحبهش با شما و مصاحبه شما منهای مصاحبهاتون با من همه مصاحبه خیلی مهمی بودن، خصوصی که در دوران رادیو اون خیلی الان هم ولی اون وقت خیلی تنوع عجیبی داشت و واقعا میدونم که از خلخالی بگیرید تا بسیاری دیگه مصاحبه های خیلی مهم تاریخی انجام دادید. خواهش میکنم. آقای دکتر، این نویسنده چینی، نویسنده فلسفه خوک یا معنای زیستن در حکومت استبدادی درگذشت. بله. از اون به عنوان مرگ غمگین یاد کردن. بعد این نویسنده فلسفه خوک رو برای توصیف شیوه زندگی به کار میبره که در چین استبداد زده به مردم تحمیل می شود. زندگی خوکی در حقیقت دایره بسته و تکراری است که در آن همه چیز به سطح نیازهای اولیه و غریزی انسان تنزل پیدا می کند. زندگی خوکواره از دیدگاه لیو شیابو، همون روشنفکر چینی، آدمها را زندانی نیازهای زیستی طبیعی خودش میکنه. در زندگی خوکی خواستها و آرزوهای والا و برتر انسانی رنگ میبازند و منزلت انسانی تا حد زندگی خوکی سقوط میکند. آیا که آشنایی دارید به نویسنده؟ بله، با شخصش نه ولی با آثارش. بله منظورم. بله بله، 100%. این خیلی یه چند دقیقه وقت داریم اگه ممکنه. بله البته خیلی برای من یه نکته رو بگم، خیلی جالبه که
دو تا برنده نوبل، یکی ایشون، یکی برنده نوبل ریاضی خانم مریم میرزاخانی، اینا بیش کم در یه فاصله کوتاهی از هر دو نزدیک به هم فوت کردن. خیلی نزدیک به هم فوت کردن. من فکر میکنم خیلی شگفت انگیزه با اینکه خانم میرزاخانی تمام سعیش بود که از مجادلات سیاسی به دور بمونه، ولی اونچنان زندگی شگفت آوری کرد که مرگش به گمان من از مرگ این شخصیت خیلی مهم چینی با جمعیت 1.5 میلیارد و کسی که در زندان استبداد چین پرواکنشتر بود، پرواکنشتر بود و پرتأثیر تر بود. من واقعا مرگی از کسی که کاملا تمام تلاشش رو داشت و حق مسلمش بود و کارهای عظیمی که در ریاضیات کرده نشون میده که چقدر حقش بود، تمام تلاشش رو کرد که از مسائل سیاسی به دور بمونه. من اینو تأکید میکنم برای اینکه دیدم که دو نفر یه چیزایی نوشته بودن که چرا مثلا موضع سیاسی رو میگیره. اون کاری که کرده اونقدر سترگه که اگر 150 تا اعلامیه امضا میکرد به اهمیت اون نبود. اون کارشو در یه زمینه دیگه که به نشون داد. و این شخصی هم که چینی در یک عرصه دیگری کار کرد، او واقعا آدم، اونم آدم درخشانی بود. من بعضی از نوشته هاش رو، بعضی از مصاحبه هاش رو خوندم، بعضی از مقالاتی که در موردش نوشته شده، اون مانیفستی که برای حقوق بشر در چین نوشت، مانیفست 8، من اتفاقا در حساب همین به اصطلاح توییترم اون لینک اون مانیفست رو گذاشتم. خیلی خیلی مانیفست درخشانی است و من فکر میکنم کسانی که در ایران رهبران مخالفین رو، خانم رهنورد رو، آقای موسوی رو، آقای کروبی رو کماکان به شکل غیرقانونی در حصر نگه داشتن، بد نیست به این تجربه نگاه بکنن. اگر یکی از این سه نفر در حصر بلایی بر سرش بیاد، اتفاقی براش بیفته، شرم عظیمی که بر اونهایی که فعلا هست و دستور این حصر رو دادن چند برابر خواهد شد و زیانی که به ایران میزنه چند برابر خواهد شد. حصر واقعا به گمان من باعث شرم رژیم هر چی زودتر باید تموم بشه، همونطوری که باعث شرم به حق رهبران جمهوری چین شد. خیلی ممنون آقای دکتر. از شما متشکرم. خسته نباشید. شما ما کار اصلی رو شما میکنیم. خواهش میکنم تا هفته آینده آقای دکتر. شب و روز شما خوش. همچنین به همیهنان گرامی شب و روز خوش میگویم. به آقای کارگردانمون آقای بهروز خان همچنین شب و روزتون خوش.